سامان همه آسیب دیده بود، سامان همه آسیب دیده بود، محترم همه آسیب دیده بود. من تا قدرت های طولانی مرتب این سامان جهت داشتم در داخل زندان. حمله قصد این شرمی خیلی بشد من بود. آدم بخاطر اینکه طبقه بالای سرش گذار بود از بود که سرشم خمیدن یه حسد را گردن دردم آدم میگه. حمله قصدش ده نفر بودم طبقه بالا ده نفر بودم طبقه پایینشم که نبود برگود که هر جنب زمین شست بودم. حالا فکر کنم ما چه جوری میخوابیدیم به پنجره ای که بودش دو نفر همیشه نیمه نشسته بهش آویزون بودن. بودم چین سلو چند نفر ما بودم چقدر وحشت من بود. بعد در این سلو همیشه بسته بود و در روز سه بار در رو با اون گیرم صبح زود زود و شب از وقت زورم باز نمیشدم که ما چند نقه من هفت دقیقه این چقدر وقت داشتیم که بریم دواله در جوی و در بامشون در زان بشوریم هر کاری که همون داشته باشون انجام بدیم. ولی چند در جوی بود چند دونه بودش که اصلا به ما اصلا فرصت نمیرسه برای ما فقط مینیموم و ضروری کار انجام بدم. این بلاهایی بودش که به سر ما آوردن. من تو مجلسه مدت زیاد اونجا بودم و بعدش هم من به بند عمومی بردن که بند عمومی فقط بهتر از این نبود. وقتی وارد شدیم به عمومی اول ما تعریف کردن که قبل از که شما وارد بشید خیلی دوران وحشتناکی میذاشتن. تعریف میکردن که داخل بند چند نفر رو میدادن و ماشون رو تمنی شنیدن و بهشون میگفتن که بعد بخورید با کتایی با کاب میزدنشون گفتن ما تو رو بخواهیم یا یه پسر دیگر رو داخل همون میزدنش گفتن مصدوب بکن مصدوب تا مصدوب بخواهیم با کاب میزدنش که مصدوبش رو خودش بخواهیم یا یه پسر دیگر رو در داخل همون اون رو با میخ و دیوار فکتاری کشت دادن به صورتی که میخ چطور دستش رو بکنم به دیوار و این خونالوز خون هم شد شده شده میگه لدستش و این به دیوار اینطوری پیسکوب شده بودن. فکر نکن که این کار رو میکردن بخاطر اینکه ما اصلا کاری کرده بودیم. نه به کسی نمیترست مصول بکرسه تو این شرایطی که الان باستن طرف میکنم خودتون به تصبر بکنی که اصلا نمیشه خط بزن مصول بکشه فقط این کار رو هر از داری انجام دادم که سرچش بگیرن مازم دانیم و هر جاود دوگل هر جاود شد میگفتش که این دیواره ها دیواره های بتونی و این میدامه کلوفت در زندان این همیش را آنه میپوستن این شما هایی که میپوستید این شایی میخواد شخصت ما رو خود کنن ما رو مقامت رو درش کنن. من یک و نیم سال در دوران معروف دوران درمای بسته لرسار بودم بسیاری که تمام سبیل درش بسته بود تمام رنانیه که داخل سبیل بودیم ادون نداشتیم خودکار داشته باشیم بسته نداشتیم خدم داشته باشیم بسته نداشتیم قیچی، سوزن، شیشه، ساعت، عینک تمام سو ممنوع بود کتاب، قلم، تمام رو ممنوع بودش ما هیچ چیزی ادون نداشتیم داشته باشیم و حتی همین اجازه داشتیم با هم دیگه صحبت کنیم اصل دارو این پاسترا قلم میزدن که اگه کسی میگن باشه سی داره حد میزنه که شروع میکنه اونا میکشنمش میدره هشت و میزدنش خیلی شکنجه میزردن. من یادم میشه یک بار ما رو از آخر سبلا میزد بیرون چشیدم و بولر رو زیره هشت و میخواستم یک پاور بایستی من یک دو دونیم درمان دوان آوردم و بعد دیگه میفتادم چون از چند خوابی و جهد شدید و زارون نمیشش دیگه در میفتاد و کتر میخوادیم دیگه با کابل و لید و نا بیدادم که من اونجا تنداش درستم که پسره دیگه بود لحظه اینکه خیلی طولانی ایستاده بودم ایش به بیه پا وسیده بود و چند بود خواب اینا این خورش رو دیوانه شد شاید در مردن این نفر همسلولان بودم در داخل همسلولان خودم این ترمیوزه میگم فکر نکن که یه جایی بوده که مثلا یه نفر داره خواهد بوده یه اتاق بودش که شما مثلا برای یک نفر دو نفر سه نفر همسلولان گذاشته بود درست کرده بودن کنار جنب تخت بود که نشون داد شما ساخته برای مثلا سه نفر میشه یه لفظ طبقه بودش ولی در داخل این سلول فکر کنیم ما چند نفر بودیم ما به این گفتیم سلول ما بعضاً به سر هشت نفر هم رسیدیم نه دو چند نفر، نه دو هشت نفر، نه دو پنج نفر به مصادرت چند زیاد می شد این ها جمعیت بودیم داخل این بنده ها بسه چهار تا سلول داشت دوازده تا بزرگ چند تا بزرگ کردن و دوازده تا کچک کچکان مثل اینا بود مثل چند تنه اینا بود و جمعیت شم هم نیست چند تنه اینا داخل سرمانی چاپ بوده بود ما بعضاً به خاطر تشانه و شرنده هایی که میشونیم
که همش بدون هیچ بود دچار بیماری های روانی شده بود و یک باری اصلا میمیسته شد یکی چی به دارت میکشه این نفر دوم از زمین دیگه اینطوری میشه نفر دوم اینطوری مثل درایت میشد میشوری یعنی آدم همه روانی شده بودن و دست خودشون نمیشد چی به دارت میکشن میکنن زمین شرط میکن دهنشون دست پا میزدن من هم خودم یکی از اونها بودن که خیلی از این بیماری دچار شده بودن من هنوز که هنوزه حالا بودش سالنان سال از دوران زندانم هنوز از این بیماری رنجی بودم و سوچار بیماری های شدید روحی هستم من از شما میپرسم که به من چیکار کرده بودم و ما بعدی زندانی میگه چیکار کرده بودم نا شورنشون این بود که تو خیابون نسکر شده بودم به نام مشکوک معروف بودم که با سند مشکوکی ها هستم تو خیابون نسکر شده بودم و بازی ها دوده بازیشون گفتن که اینا احتمالا منافر باشن همین یا از دورات شکست شده بودن و در چنین اتفاقاتی دستگیر شده بودن یا اعتراض کرده بودن به رژیم مثلا یه جای سراشون در اومده بود و اینا دستگیر میکردن و این بلاها به سر ما سر نمیدن. این من بخوام بلاد شهنداری که شدن و یه شاهدش بودن با سرش کنم مستش های طولانی طول میشه و همینه جنم سر قسمتی که همه همینطوره به ذهنم اومد و در طرف کردم به عنوان نمونه چه بدونی ما با چه فیدنهای وحشی گوشخار انسان ما دور هستیم اینا اصلا به خودشون رحم نمی کنن مثل گوگاهی چه اصلا به خودشون رحم نمی کنن همشه از سرشون برو هم باز باشیم حتی می خواهشون به اون یکی گوز یکی های بخواهیم اینطوری هستن با من خمینی این افراد و بون مملکتی متضره بود بون هم رحم نکرد به خاطر اینکه اون گفته بود که نباید در عرض مدت چند هفته پیش از سیر دار زندانی رو از داخل زندان ها اعدام بکنید آبزون بکنید حقا می رو خود اعدام بکنید بخاطر اینکه اینا مثلا نمیان مطابق تلویزیونی بکنن که بگم معیدن مناسه یا به همین مقام های دیگه داخل مملکت خودشون شاید از خودشون هستن خود همون حزبان هستن ولی به اونا هم رحمه می کنن همیشه ببینن یکی از خودشون هم یکم نظرش با خودشون متفاوته اونو دستگیر می کنن چه بلاهای جراسش در میرن یا اگر نتون دستگیرش کنن به خاطر بسیرش اجتماعی محدودش می کنن داخل خونه خودش می کنن دارش می کنن من شاید یک جفت دیگه هم بودم که پسر این بودش که ما تا قدرت با هم دیگه شکر هم می کردیم و مقصدش کمتر بود من فکر کنم 15 سالش بود که اینو یک بار بردمش بیرون در واقع این طوری بودش که گروه ها راجع مرزی بدن یا زندان زندان ها دیگه می اومدن بدن با نقاب بودن که نقاب یعنی که پارچه های کیسه داخل سرشون مستفید دهن دو دو سلاح سرش دوری دوری چشماشون و یه سلاح دوری دهنشون که اینا شناخته هستن نخونه که می اومدن و آدم ها رو می کشتن به همیتون می بودن و اعدام اعدامشون می کنن یا اینا می بودن بودن که اشخاص بدهن به مناسبه که یک بار این پسر رو پسر بچه رو با نفات دیگه بیرون بارن و این میشه وقتی که این داخل سلی اومد دیگه این پسر بچه تعمیلی نبود این سرگونی شده بود از اون موقعات دیگه نه کلامی حرفی دردش میاد بیرون و نه رفتار طبیعی داشت همش مکس میکرد اگه خیره میشد و در واقع این خور شده بود که اینو بازه بودن این شما که تیر خلاف مثلا به سنانیای دیگه بزنه که مردم این شاهره که جنرس هایی بوده که این روانی شده بوده این شخص من هم یه بار پسند دارم که تا جراحا برم بردم تا چشمند دارم ولی من میگفتم که دستم درد میکنه منو خیلی با کابل و لجد و مشت و صورت آنها زدن که سوان صورتم خونالو شده بود به داخل سفر من رو پس بارم کردن که من در اونجا نرفتم درستم به این فال آلوده نشد بعدن آدم هایی رو میبادن که بعدن حریف میکردن پشت دوره بند چهار زندان اوین یه گلمانندی بود که حالت برش داده بودن که جلوش چند تا تنه درخ بود و جلوش نهر کرده بودن و آدم ها رو اونجا این بودن شبا اونجا رایبایی مثلا برن اونجا ادامش میکردن داخل اون نهر هم کنها جلوش شده بود و من میرن که یه حریف میکرد که شاهد ادام سنتا دسته 30 نفره بوده و بعد میزننشون رنگ بکتن وقتی آدم ادام میشن این جنازه ها رو بعد داخل کامیون مندازید که کامیونی بوده که این جنازه ها رو میکشونن داخل کامیون میداختن و بعد میگفتش که در کامیون اولش آیه کامیون کنفرسی بوده درش بخته شده بوده و وقتی که میخواد حرکت بکنه خون از دیر از گوشه های این اولش همطور شسته ها میخواد زمین و این کامیون حرکت یاده
حالا معلومه که این جنازه‌ها رو تو چه چاله‌هایی ریختن و بنجرهای زمین آخونده سنگون میشن و جنازه‌شون آشکار میشه. خیلی گروه دست جمعی احتمالا کش میشه که همین جنازه‌های جمعی بیگنام رو و در واقع بهترین جمعی مملکت رو داخلش این آخونده اعدام دارن ریختن داخل رو. این گروشه‌های کوچیک از جنازه آخونده رو من با سر گفتم و اینکه بدونی که چهره واقعی این خانواده ها رو بهتر بفهمید، بهتر بشناسید. چهره واقعی این اصطلاحات یا این پاسترها، این آخونده جنایتکاری که